تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم یه تفسیر چند دقیقه ای داشتیم. رسیدیم به سوره الرحمن جزء 27. سوره الرحمن الان آیه 33 رو میخوام تفسیر کنم. بشنوید آیه 33 رو. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أي گروه جن انس، اگر میتونید از مرزهای آسمان و زمین نفوذ کنید نفوذ کنید، هرگز نمیتونید مگر به واسطه قدرتی فوق‌العاده. آیه قبلی بود که ما به حساب شما میرسیم، بعد میگه از کجا میخوای دری؟ ما ریز کار شما رو داریم، از همه سوال میکنیم. اما کنتم تعملون، از هر کاری که کرده سوال میکنیم، از همه کس سوال میکنیم و از همه چیز سوال میکنیم. ذره فراموش نشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره. لقمان به بسترش میگه ذره اگر زیر سنگ بشه، تو آسمون بشه، تو عمق زمین بشه، همه احضار میشه. اکی با کی فرار میکنی؟ لا یمکن الفرار من حکومتک. در دعای کمیت داریم حضرت امین میگه خدایا از حکومت تو که نمیشه فرار کرد. ای جن و ای انس، معشر از عشر، عشر این دهتا، عشیره یعنی فامیل، معشرم یعنی ای گروه، یا معشر الجن و انس، ای گروه جن و انس، اگر میتونید از اقطار آسمون ها، اقطار قطر یعنی اگر میتونید در قطر آسمون برید بالا، در قطر زمین برید پایین، یعنی اوج آسمون، عمق زمین، اگر میتونید بروید، لا تنفذون الا بسلطان. سلطان هم به معنی قدرت مادیه، قهر و غلبه و حکومت، هم سلطان، سلطان این استدلال علمی، علم. در قرآن هم سلطان به علم و استدلال و منطق اومده، به سلطان مبین درباره انبیا اومده که اینها انبیا که میمدن سراغ مردم سلطان مبین داشتن، یعنی منطق داشتن، استدلال داشتن. یعنی نمیتونید در قطر آسمان ها و زمین فرورید مگر با قدرت علمی، به هر دو معنا میشه باشه. گفته این استطاعتم الناس. خب توجه به قدرت خدا و از انسان، انسان رو از انحراف باز می‌داره. میگه به حسابتون میرسیم، شما هم تو دست ما هستید، نمیتونید از دست ما در بروید. موجودات لطیف هم مثل جن توان فرار از دادگاه ما نداره. چون میگم یا معشر الجن و انس، انسان خب سنگین است و اینها، ولی جن لطیفه، موجودات لطیف هم نمیتونن از دست ما در برون. که رهایی از کیفر در قیامت فقط با اینه که یک حجت عقلی و شرعی داشته باشه. کسی اگر دلیل داشته باشه، با دلیل میتونه بگه خدای به این دلیل ای تو شد، این تو شد. اگر حجت نداشته باشید، تقلید کورکورانه بکنید، دنبال حزبتون، خط سیاسیتون، قبیلتون، نژادتون، لحظتون، تعصب محلی، قبیله‌ای، لحظه‌ای، ملی، وطنی داشتید، اینا هیچ کدوم نیست. ما به حساب آیه قبل بود، به حسابتون ریز ریز میرسیم، همه تو دست ما هستید، هیچ کاری نمیتونید بکنید مگه که سلطان داشته باشید، یعنی منطق داشته باشید، عذر داشته باشید، عذر موجه. اگر عذر موجه داشته باشید، اگر عذر موجه نداشته باشید، همه تون گیر هست، همه تون نسبت به همه کاری. اگر یه طور که من تا حالا معنا کردم با توجه به آیات قبل بود که بحثی بود که خدا به حساب میرسه، بعد میگهش راه در رو نگرید، اگر خواستیشیم آیه رو مستقل معنا کنیم منهای آیه قبل، اینه که میخواد یه اشاره بکنه راجع به فضانوردی، که ای انسان اگر میتونید نفوذ کنید در آسمون ها و زمین نفوذ کنید، ولی با این نیاز به یک تحقیقات و علم میخواد، این اشاره به دنیای فضانوردیه،
یعنی سیر در عمق دریاها و زمین یا سیر در آسمانها. که خواستیم آیه رو مستقر معنا کنیم اینه که میخواد بگه که ای انسان، شما نمیتونید در اوج آسمانها و در عمق زمین بروید مگر با یک نیروی علمی، که این اشاره به یک عرض کنم بادور شما که فضانوردی و گذرا از جو زمین و نفوذ در آسمانها باشه. آیا با توجه به آیه من قبل یه معنا داره، مستقلم باشم میتونه معنای دیگه هم داشته باشه. خب یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. خداوند در آن روز شعله از آتش و مس گداخته بر شما فرو می‌ریزه، نمیتونید تقاضای یاری کنید. تو قرآن چند تا یرسلا داریم، هم میگه در طبیعت یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان برای شما باران فرستد، یرسل الریاح باد آمد برای شما هوا رو جابجا کرد، ابرار جابجا کرد، تعدیل هوا. برای باد میگه یرسل، برای بارون هم میگه یرسل. یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل الریاح مباشرات. یه یرسل هم داریم، این مال تکوینه، یه یرسل مال تشریعه، که میفرماد که یرسل و رسولن، پیغمبرم فرستید. شما نه از طبیعت یعنی نه از باد و باران خدا رو شناختید، نه از فرستادن باد و باران خدا رو شناختید، نه از فرستادن انبیا گوش دادید. کسی که نه از نظام تکوین و نه از نظام تشریع، یعنی نه از طبیعت و آفریده ها درس عبرت گرفت و نه گوش به حرف پیغمبر را داد، وقت یرسل دیگه یرسل علیکم شواظ. شواظ یعنی شعله، یرسل علیکم شواظ من نار، شعله از آتش به سراغ شما میاد. و نحاس، نحاس یعنی مس آب شده. فلا تنتصران، دیگه نمیتونید تقاضای یاری کنید. کسی که در دنیا سالها زندگی کرد، نه از طبیعت درس عبرت گرفت و خدا را شناخت و نه گوش به حرف اولیاء خدا داد، نه یرسل و رسولن درش اثر کرد، نه یرسل السلام علیکم مدرارا، او دیگه یرسل علیکم شما، این باید مثل گداخته، مثل ذوب شده ریخت رو سرش. فلا تنتصران. قیامت عجیبه. در قیامت میگه که از یک سو خدا با عنایت حسابرسی میکنه، سنف رو قوله کن، آیه قبل بود، خداوند با عنایت به حسابتون میرسه. بعد فرمود هیچ راه فراری هم ندارید. از اونم میگه از هر سو عذاب بر شما فرو میریزه، هیچ کس هم کمکتون نمیکنه. عجب، چهار تا پشت دم بودا. یه با دیگه بگم، آیه قبلی بود سنف رو قوله کن ایها الثقلان، با دقت به حسابتون میرسیم. بعد میگه شما هم در قیامت راه فرار ندارید. بعد فرمود که از هر سمتم، تو این آیه میگه از هر سمت عذاب بر شما میریزه، از سمتی از راه دیگه هیچ کس هم کمکتون نمیکنه. عذاب میریزه، یاور ندارم، راه فرارم ندارم. این چند تایه وضع سیمای مجرم رو داره نقل میکنه، بلکه انسان از غفلت بیدار شه. فبأی آلاء ربکما تکذبان. جن با اینکه از آتشه با آتش میسوزه، مثل که سنگ تو کله ما میزنن درد میگیره، خودمون از خاکیم، ولی همون خاک، سنگ هم خاکه، کلوخ هم خاکه. یعنی انسان با اینکه خودش از خاکه، از خاک ضربه میبینه. جن از آتشه، ولی همون آتش هم میتونه به جن لطمه برسونه. بعد یه فبعی آلا عرب بکنم تو کدام، به چه نعمتی، یعنی همین که انسان آگاه شد که عذاب جلو بشه، هشدارهای خداوند نام نعمته که خدا هشدار میده یه حواست جمع کن، حواست جمع کن، تمام کارا زیر نظره، خدا با تمام توجه به کارات میرسه، راه فراری هم نداری، کسی هم کمکت نمیکنه. اینا همش هشدارها، نعمته. فبأی آلاء ربکما تکذبان.
خب آیه 36 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.